برگی از انهدام تولید. آخوندهای حاکم تنها انسانها را نکشتند، بلکه هزاران قلب دیگر غیر از قلب فرزندان ایران را از کار انداختند. یکی از بزرگترین قلب‌ها که در این میهن از کار افتاده نامش تولید است، تولید و صنعت داخلی. چند تا از بستگان درجه که خودم رفتم، مهندس نفت بودن، انرژی بودن، همه رفتن فوق لیسانس همون اوگره میگیره که میگیره و یه زیر دیپلم. نیت شغلی وجود نداره، چون خود من نمیدونم فردا این کارخونه وجود داره یا نه، ولی اونا هم همین امنیت شغلی هستش. وعده دادن آقا شما رو سرمایه گذاری کنید، قول دادن 6 ماه گاز آب برق گاه، بعد از 6 سال اصل نشده. پول را من در سال 90 دادم کنترل خریدم، هنوز بهم ندادن. برقی را که من فروختم با نوسان 350 تا 420 به من میدن. هر روز این دوچار این نوسانات و سوختگی نمیدونم اینورتر و و و و الاخ. روز به روز خبر از تعطیلی کارخانه و شرکتی بزرگ میرسد. به چند خبر از ایستادن قلب‌های کارخانه‌ها نگاه کنید. شرکت قالب‌های صنعتی ایران خودرو. در این شرکت پیمانکاری در زمان رونق کارخانه حدود 1200 کارگر مشغول به کار بودند که به تدریج بخشی از آنها از کارهایشان اخراج شدند و بخشی دیگر برای یافتن موقعیت کاری بهتر خودشان شرکت را ترک کردند. ایران خودرو. تولید در اکثریت سالن‌های شرکت ایران خودرو کاهش چشمگیری پیدا کرده است و در بعضی سالن‌ها مانند سالن پژو 206 به صفر رسیده و در برخی دیگر از سالن‌ها بجز ساعات کوتاهی در روز تولیدی صورت نمی‌گیرد. کارخانه ایران خودرو تهران نیز تعداد زیادی از کارگران خود را به دلیل نداشتن تولید اخراج کرده است. ایران خودرو سنندج. کارخانه ایران خودرو در سنندج به دلیل نداشتن مواد اولیه برای خط تولید خود کاملا تعطیل شده و کارگران خود را اخراج کرده است. شرکت‌های خدماتی اصفهان. طی یک هفته اخیر 50 نفر از کارگران خدماتی دانشگاه آزاد خراسان اصفهان را اخراج کردند. سی و پنج نفر از کارکنان و کارمندان کارخانه پلی اکلین نیز اخراج شدند. از جمله 20 نفر از کارکنان یک واحد چاپ تبلیغاتی در اصفهان به علت افت کار و نبودن پول در گردش اخراج شدند. آجرسازی شهر کرد. 99 درصد کارخانه های آجرسازی تعطیل شده است. یکی از تولید کنندگان گفت کارخانه او بیش از 200 واحد تولیدی آجر داشته که همکنون تمامی واحد های تولیدی آن تعطیل شده. شهرداری قصد خرید این کارخانه ها را به قیمت بسیار نازل دارد. موج تعطیلی کارخانجات امواج بیکاری و مصائب دیگر را به دنبال دارد. از نظر بیکاری که دور و بر ما تو خانواده هامون که هر خانواده‌ای که تو اقوام و قوم خویش هستش ما جوان بیکاری نیست که نداشته باشیم. همه تحصیل کرده و همه مهندس، همه دانشگاهی و لیسانس و فوق لیسانس، اینا یا به بیگاری گرفته میشن یا اینکه تو خونه نشستن دیگه روانی شدن و افسردگی و اینا گرفته مبتلا شدن. اما قلب‌هایی که از کار میستن امواجی از خشم و قیام را در پیکر جامعه جاری میکنن.
قیامی برای خاموش کردن منشأ همه این ویرانی ها و تباهی ها، قیام برای رشد و شکوفایی تولید کشور.